اصل 108 آیات. اصل 108 ریاست هیئت وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران خط مشی سیاسی دولت را تعیین و اجرای قوانین را تأمین می‌کند. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران. آقای سبحانی خط مشی دولت را مطلقا سیاسی اقتصادی این کلمه سیاسی زاید نیست محدود میکنه خلاص خط مشی یعنی خط مشی دولت را برنامه آقا خط مشی من خط مشی رو اقتصادی هم برنامه دولت را خیلی خوب برنامه دولت برنامه و خط مشی دولت را خط مشی بر روش سیاسی نه سیاسی اصلا نگذاریم بنویسیم برنامه و خط مشی دولت را موافقن دوستان که این سیاسی را برداریم بنویسیم برنامه و خط مشی ترجمه از فرانسه از همون برنامه کار بهتر لیندو خودشون آقا میکنن بعد به هر جا باید بگن میگن آقای رحمانی جان نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است نخست وزیر را رئیس جمهور تعیین می‌کند و حکم می‌دهد چطور شد با اینکه رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است و سایر مناصب هم دارد نخست وزیر در برابر او مسئولیت نداشته باشد این سوالی است که باید جوابش روشن باشه که وقتی رئیس جمهور رو تعیین میکنه یعنی وقتی دولت از دو طریق به ملت مربوط میشه یکی از طریق مجلسی که از طریق رئیس جمهور طبیعت امر اقتضا میکنه که در برابر رئیس جمهور هم مسئول باشه به خصوص که منتخب او هم هست این سوال باید جواب گفته بشه دوستانی که بعداً میخوان به عنوان دیگه جا مکتب آقای رشیدیان این اصطلاح یا جمله خط مشی سیاسی دولت را تعیین میکند این اقتباس شده از کشورهایی که چند حزبی یا دو حزبی دارند و هر حزبی بر اساس مرامنامه و یا وعده هایی که به مردم میده وقتی روی کار آمد خط مشی سیاسی کشور را مشخص میکنه و با توجه به چارچوب قانون اساسی که ما داریم و قوانینی که باید منطبق با موازین اسلامی باشد تعیین خط مشی سیاسی دولت به عهده خود دولت نیست بلکه در بسیاری از مواقع یک طرحی را تحت نام لوایح تهیه می کند و به مجلس پیشنهاد می کند اگر پذیرفته شد به مرحله اجرا می گذارد و او فقط مجری به اصطلاح خط مشی تعیین شده است که مجلس و سایر مراجع قانونی در اختیارش می گذارد آقای بنی صدر من اون می خواستم خط مش رو برنامه آقای آیت نه آقای اوشانا آقای دو آقای اکرمی آقای مواتزهی آقای صبحانی فرمودم بسیار خوب آقای فاتحی مسئولیت هست یه مسئولیت جمعی و یک فردی در اون وزارتخانه خودش و اینجا یک مسئولیتش تذکر داده شده چرا؟ اشارت که یا ریاست هیئت وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازمه لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های دولت می‌پردازد و اشارت نخست وزیر در برابر مجلس مسئول است مسئول اقدامات هیئت وزیران است کل هیئت وزیران که خودش هم جزء اونا هست مسئول کل هر کدام در وزارتخانه های خودشون مسئولن تذکر دادن آقای قرشی
شما مطالبه فرمود آقای فاتحی که سوالاتی بی جا نشه. آقای قرشی، آقا به نظر میاد این و اجرای قوانین را تأمین میکند عبارت خوبی نیست. اینطور بنویسیم با همکاری وزیران خط مشی سیاسی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند. میرسیم آقا روشن میکنیم در مربوط به اصل بعدا. این نخست وزیر در برابر مجلس اصل 111 هست، اما اقدامات فردی که در وزارتخانه انجام میگیره چرا مسئول داشت؟ اینجا که تذکر داده نشده. آقای دکتر غفوری، باز همه اینا برمیگرده به اینکه اگر ما نظام فکری شورایی رو بپذیریم، یکی از امیدهای مردم این مملکت این بود که مخصوصاً منابع طبیعیشون، مخصوصاً نفت و گازشون که تقریباً 90% بودجه این مملکت رو تامین میکنه، این اختیارش به دست مردم بیفته و وزیر نفت منتخب مردم باشه، نه یک عضو کابینه که اصلا سیاستش معلوم نیست و زیر و بالا میشه. این است که من فکر میکنم که این مسئله ریاست هیئت وزیران با نخست وزیر است. این نسبت به منابع طبیعی اگر در نظر گرفته بشه، یه چیزی که خلاصه این تحت تسلط هیئت اجرایی نباشه و مردمی باشه، و اگر چنانچه به اون شورا توجه بشه، البته باز این در تدوم میاد که شورای منابع طبیعی که صرف تولید فقط بشه و این وضع رو نابسامانی مملکت رو به هم ریختش رو یه فکری براش کنه. این است که من جایی رو میذارم که در انشاءالله اگر اون مسئله شورا مطرح شد بتونیم که تغییرات لازم در اینجا بکنیم. آقای هاشمی نژاد، دو تا مطلب دارم. یکی که تصور میکنم از کلمه و با همکاری وزیران خط مشی سیاسی دولت را تعیین، این مقدار از اون حذف بشه. ریاست هیئت وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت می‌پردازد و اجرای قوانین را تأمین می‌کند. که هیچ مسئله یا پیش نیاد این اضافه است. این یک. دوم اینکه تعیین خط مشی کلی کار قانون اساسی رو مشخص بکنیم که هر ساعت بس نشه. ما یه سیستم پارلمانی رو پذیرفتیم یا اصولاً تا اینجا اون چه که آمدیم سیستم پارلمانی نه و این سیستم نه و شورایی را به نام، یعنی نظامی را به نام نظام شورایی میپذیریم، چون ما معتقدیم درست اون چه که تا حالا عمل کردیم در رابطه با ملت و نمایندگانی که انتخاب میشوند نماینده ملتند و نخست وزیر و وزرا را هم همون نمایندگان به اونها رأی اعتماد میدن. این که میفرمایید موکول رو به بعد بکنیم، اینو مشخص بفرمایید. اگر اینه، ما تا حالا اون چه که در این زمینه تصویب کردیم بذاریم کنار، بریم سر یه سیستم جدیدی به نام نظام شورایی که درش نه پارلمان وجود داره، نه مثلا نخست وزیر به این صورت، نه رئیس جمهور به این صورت، یه سیستم دیگریه. حالا اجازه بفرمایید، قرار شد که آقای توقفوری طرحشون رو تهیه کنن، بدن تکثیر کنن، دوستان مطالعه کنن ببینن آیا یک نظام جدیده یا یک مکمل برای همین نظام پارلمانی. اجازه بدید که این اصلا نظام پارلمانی هم کلمه، اجازه بدید بنده خوشم نمیاد بگیم، یعنی صحیح نمیدونم بگیم نظام پارلمانی. ما نظام امامت داریم، نظام امامت داریم که اینا از شؤونش. اجازه بدید که این بعد مشخص بشه. خوب، راجع به یک نکته اجازه بفرمایید. مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران اگر کلی است، اونی که در اینجا بعداً گفته شده هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیئت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران است. اینجا اقدامات کلیه، یعنی اقدامات فردی هم شامل میشه و اقدامات جمعی هم شامل میشه. اونا تعیین میشه آقا جان، اون اصل کلیه دیگه، چه اقدامات در وزارتخانه خودش، چه اقداماتی که در هیئت وزیران گرفته شده، پس باید تصویب جمعیش را تذکر. یک مسئله اینجا هست که قبلا با دست باید نظرخواهی کنم تا بعد اصل رو به رأی بگذاریم.
اجازه بفرمایید. یه پاسخ داشت. پاسخ اصلا نمیخواد. اجازه میخواد. سوال که فرمودید پاسخی داشت. کدوم سوال؟ سوال فرمودید که چطور در برابر رئیس جمهور مسئول نباشه. یک مسئله انسجام هست، یک مسئله ادغام قدرت هست. برای این که انسجام پیدا بشه در نظام کشور، طبیعتاً تأیید رئیس جمهور لازم. ولی اگر خواستیم مسئله مسئولیت رو قرار بدیم در برابر شخص رئیس جمهور، طبیعتاً عدل رو هم باید قرار بدیم، چون کسی که مسئول هست برابر کسی اختیار عدلش رو هم داره. وقت در این صورت اقدام قدرت ها، ادغام قدرت ها میشه و از اون حالتی که باید قدرت مجریه داشته باشه نسبت به قوه مقننه تغییر. بنابراین من با توضیحی که آقای حسینی دادن، مسئله این که اضافه کنیم معلوم نیست. همطور که در شوراها بحث شد، مگر یکی از هیئت وزرا همین نخست وزیر نیست؟ در کلیه امور مملکتی با وزرا باید مشارکتش باشه، نه نظارت. وزارت نمیشه که این بیاد بره تو هر وزارت خونه ای به جای اون وزیر کار کنه. اما از جمله کارهایی که اونا دارن یک کم ایشون داره به اضافه ریاستی که داره. ما با همکاری جور داریم. بله، به این میگن نظارت. دیگه نمیگن یا مباشرت یا نظارت، به این میگن نظارت. توجه میفرمایید؟ یک مسئله اینجا مطرح شد در رابطه با این است که با دست نظرخواهی میکنیم و اون این که نخست وزیر در برابر مجلس مسئوله یا در برابر رئیس جمهور هم. کسانی که موافقن اضافه کنیم که در برابر رئیس جمهور مسئول، دست بلند کنن. اجازه بفرمایید. نه، مجلس که هست، در برابر رئیس جمهور هم، یعنی اونم اضافه کنیم، دست بلند کنن. لطفا ببینید چند نفر. آقا اینه اول توضیح بدین سرکار، بعد رای بخواهید. اصلا توضیح اگر داده بشه باشه. توضیح که دادم آقا، مدتی روش بحث میکردیم، گفتیم آیا نخست وزیر همونطور که در برابر مجلس مسئوله در برابر رئیس جمهورم مسئول باشه؟ آقای حسینی گفتن معنای مسئولیت این است که حق عزل رو یا حق عدم اعتماد بهش بدیم، در حالی که در اصول بعد میبینید نداده ایم، گفته ایم که عزلش با مجلسه. این است که آیون میتونید حالا روش نظر بدید که آیا در برابر مجلس هم، در برابر رئیس جمهورم مسئول هست یا نه؟ بنابراین اگر کاری در هیئت دولت واقع بشه به وسیله هیئت وزیران، مسئولیتش دامن رئیس جمهور رو میگیره. صبح گفتیم این نکته رو که او در حدود اختیاراتش در برابر ملت مسئول است. وقتی یک اختیار رو گرفت، آقا اجازه میفرمایید، این رأی نیاورد، بنابراین اصل 108 رو به همون صورت با این اصلاحاتی که شد برای رأی گیری میخونم. اصل 108: ریاست هیئت وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است. لطفاً رأی بگیرید. Thank you.
عده حاضر موقع اخذ رأی 59، شماره آرا 58، این باری که کم برد. موافق 52، مخالف 3، ممتنع 3، تصویب شد. الله اکبر. الله اکبر.